سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 میزان سال 1401 هجری خورشیدی که برابر است با 13 اکتبر سال 2022 میلادی. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. خواست ایجاد یک گروه جهانی برای حل مشکل افغانستان. رئیس جمهوری ازبکستان خواهان ایجاد یک گروه بین‌المللی برای حل مشکل افغانستان است. برای عادی سازی وضعیت افغانستان نیاز است که ما با همدیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کار کنیم. ما از جهان می خواهیم که از مردم افغانستان در تلاش برای صلح، ثبات و توسعه پایدار پشتیبانی کنند. آغاز آزمون کنکور در کابل. اداره ملی امتحانات می گوید که دو روز ادامه خواهد داشت. آمادگی می زیاد نیواله و دیر خوشحال شما چه بالاخره دا چانس پیدا کرده ده کنکور امتحان ورکوم. حالی که کنکور شروع شد اول از ولایت گرفتن و خیلی خوشحال شده. از سرگیری کار ساخت بند آبگردان در زابل. این بند با هزینه 97 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. موږ غواړو چې دنیاوالو ته موږ په تمه باندې کېننو، موږ به د خپلو طبیعي منابعو نه باید ګټه پورته کړو. انجینر هم افغان، پیسې هم د حکومت، دیزاین هم افغانانو کړی. انتقاد روسیه از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان. روسیه از آمریکا میخواهد که دارایی افغانستان را آزاد بسازد. و آزمایش یک موشک کروز از سایه کاره شمالی. من نصر نبیل هستم. در ششمین نشست سیکا در شهر آستانه کازاخستان، رئیس جمهوری ازبکستان خواهان ایجاد یک گروه بین‌المللی برای حل مشکل افغانستان شده است. در این نشست رئیسان جمهوری روسیه و پاکستان بر تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. از سوی هم رئیس جمهوری ایران میگوید که برای گذر از ناامنی باید حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان ایجاد شود. ششمین نشست سیکا یا نشست تعامل و اعتمادسازی در آسیا به میزبانی کازاخستان برگزار شد. در این نشست رهبران شماری از کشورها به شمول روسیه، پاکستان، ازبکستان و ایران درباره افغانستان نیز سخنرانی کردند. رئیس جمهور ازبکستان میگوید که برای حل مشکل افغانستان یک گروه بین المللی ایجاد شود. با منظور دستیابی به اجماع گسترده درباره مسائل افغانستان و اقدامات عملی در سطح جهانی، ما پیشنهاد میکنیم که امکان سخنرانی مشترک کشورهای آسیایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار ایجاد یک گروه بین المللی از مذاکره کنندگان سطح بالا با منظور هماهنگی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود. رئیس جمهور روسیه در نشست سیکا میگوید که برای عادی سازی وضعیت افغانستان باید به گونه مشترک کار شود. برای عادی سازی وضعیت افغانستان نیاز است که ما با همدیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کار کنیم. اما قبل از هر چیزی از همه می خواهیم که خسارات وارده به مردم افغانستان در طول سالهای اشغال را جبران کنند و دارایی های مردم افغانستان که به گونه غیرقانونی مسدود شدند را آزاد کنند. یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، متحد و مرفع به نفع پاکستان، همه منطقه و جامعه جهانی است. ما از جهان می‌خواهیم که از مردم افغانستان در تلاش برای صلح، ثبات و توسعه پایدار پشتیبانی کنند. از سوی هم رئیس جمهور ایران در نشست سیکا خواهان تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان شده است. در افغانستان گذر از چرخه معیوب ناامنی و بی‌ثباتی نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌های عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدف آن تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور. اسلامی امارت طول هغه ناستی هغه نشستونه سی د افغانستان مسائل په یو نه یو ډول پکې ترڅلنی او بحث لنی نیول کیږي او د افغانانو سره د همکاري په روحیه باندې ګامونه پورته کیږي او د افغانانو په ګټه وي زموږ د هیواد په ګټه وي. پیش از این در خبرنامه نشست سازمان همکاری شانگهای نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان که در آن همه اقوام شامل باشد تاکید شده است.
بیش از یک سال می شود که کابینه امارت اسلامی از سوی سرپرستان اداره می شود. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد. مصطفی حالا مجاهد تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را مهمترین علت برای معرفی نشدن کابینه رسمی می گوید. همزمان با این شما را از آگاهان سیاسی خواهان معرفی کابینه رسمی از سوی امارت اسلامی هستند و این کار را در حکومت داری خوب اثرگذار می دانند. فرشاد داریوش گزارش می دهد. پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، کابینه اصلی سرپرستان اداره می شود. شماری از آگاهان مسائل سیاسی ادامه کار سرپرستان را به سود کشور نمی دانند و از امارت اسلامی می خواهند که کابینه رسمیش را اعلام کند. وقت از این رسیده که از یک سال بیشتر شد حکومت سرپرستی که تا اطمینان ملت افغانستان و اطمینان جامعه جهانی حاصل شود، کابینه باید تغییر کند و بالاخره چهره های بیایه که اونا سرپرست نه بلکه توظیف شوند. پیامدهای خیلی منفی را هم در قبال داشته باشه و دلبستگی چندان برای رئیس اداره یا کسی که در رأس اداره می باشه برای زو یعنی دلبستگی دقیق را برای زو با وجود بیاره چون این چیزی وجود نمی داشته باشه. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که معرفی کابینه رسمی به زمان بیشتر نیاز دارد. به باور ذبیح‌الله مجاهد، نبود قانون اساسی و تشکیل نشدن شورا کار معرفی کابینه رسمی را به تأخیر انداخته است. وحد غواری وقت غواری سیمک لیگ نورم در صبات خاطل آرسو اول خودر افغانان پا افغانستان که لنست دی باندی دی و بلداد سی جنی ارگانون لا هم فعال ندی مثلا اساسی قانون لطرس پر کاری پاتی در اصید شورا کار پاتی دقیقا طول ارکان دی و نظام ده تکمیل سی بیا انشالله حکومت عادی حال تر است. این در حالی است که بیش از یک سال می شود که 25 وزارتخانه سوی سرپرست وزیران اداره می شوند. آزمون کنکور در شهر کابل امروز آغاز شد. اداره ملی امتحانات کشور میگوید که این آزمون دو روز به درازا خواهد کشید و نزدیک به 30,000 نفر در آن شرکت خواهند کرد. سرپرست این اداره اطمینان میدهد که نتیجه آزمون کنکور به گونه شفاف اعلام خواهد شد. پس از سپری شدن آزمون کنکور در 33 ولایت و روز پنجشنبه این آزمون در پایتخت آغاز شد. اداره ملی امتحانات میگوید که نزدیک به 30,000 دانش آموز برای راهیابی در دانشگاه ها در این آزمون شرکت خواهند کرد. چلور پانتونونو که همزمان پیل شو او ده امتحان که تقریبا نجده دیر زر داوطلبان برخه لری چه په څلورو پوهنتونونو کې تنظیم شوي وو او په دوو مرحلو کې د سهار لخوا او د ماسپښین لخوا د سهار لخوا هم تقریبا موږ 14,500 په شاوخوا کې داوطلبان لرل او په همدې تعداد باندې مو د ماسپښین د خوانه هم داوطلبان لرل چې پروسه عملا پیل شوې ده. جاوید الله یک شرکت کننده آزمون کنکور در کابل است. میگوید که برای رسیدن به دانشکده مورد علاقهاش تلاش میکند. د مال کوچینتون نه ایله چې زه به انجینری می انتخابم کړم. ایلا لرم انشالله چه کامیاب باشم. نظر به سالای گذشته که خودم یعنی کیچ کردم بهتر بود. یعنی بعضی از قواعدات نکات بسیار مهم در نظر گرفته شده بود. آزمون کنکور مانند دیگر ولایت ها میان دختران و پسران به گونه جداگانه برگزار شده است. آمدگی می زیاد نیواله و دیر خوشحال شما چه بالاخره موگ دا چانس پیدا که چه کنکور امتحان ورکوم. مردم وقت ما را می دیدن می گفتن که کنکور را نمیگن شما چی می خوانیم. اما حالی که کنکور شروع شد اول از ولایت گرفتن ما خیلی خوشحال شدیم. اداره ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که نتایج آزمون کنکور تا 2 یا 3 هفته آینده اعلام خواهد شد. امسال در آزمون کنکور نزدیک به 140,000 نفر برای رسیدن به دانشکده‌های مورد علاقه‌شان رقابت می‌کنند و انتظار می‌رود از این میان بیش از 100,000 نفر در دانشگاه‌های دولتی راه یابند. کار ساخت بند آبگردان توری در مربوطات قلات مرکز ولایت زابل آغاز شد. سرپرست وزارت انرژی به آب میگوید که این بند با هزینه 97 میلیون افغانی در مدت 6 ماه ساخته خواهد شد. این وزارت می افزاید که این بند افزون بر آبیاری 600 جریب زمین ظرفیت تولید 100 مگاوات برق را نیز خواهد داشت. اینجا در 4 کیلومتری مرکز شهر قلات ولایت زابل مراسم گشایش کار ساخت بند توری و یکی از بزرگترین پروژه ها در این ولایت است. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که این بند با هزینه 97 میلیون افغانی تا 6 ماه دیگر ساخته می شود. موږ غواړو چې دنیاوالو ته موږ په تمه باندې کینانو
موږ به د خپلو طبیعي منابعونه باید ګټه پورته کړو. این بند از بودجه شرکت انکشاف ملی ساخته می شود و به گفته مسئولان وزارت انرژی و آب پس از این کار عملی سازی پروژه های بزرگ به شرکت های داخلی نیز سپرده خواهد شد. نور بندونه به خارجی کمپانی و دیزاین کول په مختلف لګښتونو په زیات اسراف سره خو الحمدلله د بو انرژي وزارت رهبری وکولای شوی چې په خپل مسلکی پرسونل سره دا بند دیزاین کړی. دغه پروژه هغه انجینرم افغان ده، پیسیم د حکومت، دیزاین هم افغانانو کړی. در همین حال باشندگان زابل از آغاز کار ساخت این بند ابراز خرسندی میکنند و خواهان ساخت این گونه بندها در بخش های دیگر این ولایت هستند. زابن واقعا هم ډیر ګټور دی زابلی ولستی پر هغه ځکه چې دته دشت دی هغه بخړو بیسی. بند توری ظرفیت ذخیره سازی نزدیک به 3 میلیون متر مکعب آب را دارد و می تواند تا حدی جلوی سرازیر شدن سیلاب ها را نیز بگیرد. وزارت خارجه میگوید که تصمیم آمریکا درباره محدودیت صدور ویزه و شمار از مقام های امارات اسلامی بر روابط کابل با واشنگتن اثر بد خواهد گذاشت. در خبرنامه این وزارت آمده است که مسائل اختلاف برانگیز باید از راه دیپلماتیک حل شوند. در همین حال مامور سخنگوی امارات اسلامی میگوید که تصمیم پسین ایالات متحده آمریکا به سود هیچ طرف نخواهد بود. تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره وضع محدودیت ویزا بر شماری از مقام های امارات اسلامی واکنش وزارت خارجه امارات اسلامی را نیز برانگیخته است. وزارت خارجه در خبرنامه میگوید که این تصمیم آمریکا میتواند بر روابط ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی اثرهای بدی بر جا بگذارد. اوس لپاره خود دا دومره عمیق یا مهم اثرگذار گام نه ده، ولی پر صورت منفی طرف ته تلل او در روابطو په مخ کې د روابطو د برقراری په مخ کې خندونه ایجادول طبیعي خبره سی پر دواړو خلکونو باندې منفی اثرات لري. اما این گونه محدودیت ها چه پیامد های بر افغانستان خواهد گذاشت؟ کشورهای مختلف غربی معمولا از مسدود بودن مکاتب دخترانه به حیث وسیله استفاده میکنه و بالای افغانستان فشار وارد میکنه. بهتر هست که مکاتب دخترها تمامشان باز شود. محدودیت ها هم به نفع ایالات متحده امریکا نخواهد بود، ایجاب میکند روی مصالح منطقه و منافع مشترک طرفین اتفاق نظر داشته باشند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به تازگی صدور ویزای کشورش را بر شماری از مقام های برحال و پیشین امارت اسلامی محدود کرده است. بر بنیاد این تصمیم ایالات متحده امریکا حتی خانواده های مقام های امارت اسلامی نیز مشمول این محدودیت هستند. دیدبان حقوق بشر میگوید که افغانستان تنها کشور است که دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. حیدر بار معاون دیدبان حقوق بشر ادامه محرومیت دختران از آموزش را برای آینده کشور زیان بار میدارد. از سایدگر معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که تلاش ها برای بازگشایی مکتب های دختران جریان دارد. 389 روز می شود که دانش آموزان دختر از رفتن به مکتب محروم ماندن و بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه های دختران واکنش های زیاد نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که محرومیت دختران از آموزش بر آینده افغانستان زیان بار خواهد بود. امروز 380 روز ممنوعیت رفتن دختران به مکتب های متوسطه است که از سوی طالبان در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی وضع شده است. افغانستان یگانه کشور در جهان است که به علت تبعیض جنسیتی به گونه نظاممند دختران از دسترسی به آموزش محرومند. شماری از دختران دانش آموز انتظار باز شدن مکتب هایشان را می کشند و امیدوارند که مکتب ها برایشان باز شوند. زمونږ د افغانستان د ملک د پاره ډیر لوی زیان دی. یو ورځ چې د انجونو مکتب بند شي دا ډیر انجونو پاره لوی زیان دی، او زه هیله لرم چې د انجونو په وړاندې انجونو په مخ د افغانستان مکتبونه خلاص شي. امی چنینی که پسرها حق دارن که مکتب براوند، دخترها هم حق داره که مکتب براوند، چون که د دین اسلام هم تا کی چه دستک فرض بودنه. برخی از شهروندان کشور نیز از امارات اسلامی می خواهند که به دختران اجازه رفتن دوباره به مکتب را بدهد. از غوارم چه اولادون ما درس دکی، علم وکی، تعلیم وکی، تربیت دکی،
لو وزیر صاحب نه دا خواهش ده چې د من کتابونه باید د من خوشی کی تعلیم خو پر نر او شزه باندې الله تعالی پرس کړی. ما میخواهیم که همشیرهای ما و دخترای ما در مکتب بره و درس بخونن، در آینده دکتر شون، انجینر شون. معاون سخنگوی امارت اسلامی مانند گذشته است تلاش ها برای باز شدن مکتب های دختران سخن می زند. په دې برخه کې خو اسلامی امارت مسئولینو په بار بار خپل وضاحتونه ورکړي دي، موږ هم تر اوسه پر برنامه باندې اکتفا کوو. این در حالی است که افزون بر خواست های داخلی برای بازگشایی مکتب های دختران، کشورهای گوناگون جهان نیز از کابل خواستند که مکتب های دختران را بیدرنگ باز کند. ادامه خبر شش. امارت اسلامی میگوید که برای برطرف شدن تحریم های جامعه جهانی از افغانستان تلاش ها جریان دارد. وزارت اقتصاد می افزاید که تحریم اقتصادی و منجمد ماندن دارایی های افغانستان بحران اقتصادی را در کشور افزایش داده است. در همین حال روسیه بار دیگر از ایالات متحده آمریکا می خواهد که دارایی های افغانستان را آزاد بسازد. وزارت اقتصاد میگوید که تحریم های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بیشترین آسیب را به شهروندان کشور رسانده است. معین مسلکی این وزارت می افزاید که امارت اسلامی در تلاش برطرف شدن این تحریم ها از راه دیپلماتیک است. تلاش امارت اسلامی است که از مجاری دیپلماتیک و دیپلماسی اقتصادی در واقع کشورهای تحریم کننده را متقاعد بسازد که با حربه های سیاسی اهداف اقتصادی را دنبال نکنه و این ضررش متوجه مردم افغانستان است. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که تحریم ها بر افغانستان میزان بیکاری را در کشور افزایش داده است. در حالی که امروز ما و شما در حدود سالانه در حدود 400 تا 500 هزار نفر باید وارد بازار کار میشن و ما متاسفانه میبینیم که در حالی که زمینی کار به اینا مهیا نمیشه ما شاهدی هستیم که استخدام به شکل سرسام‌آوری در افغانستان کاهش کرده. وزارت خارجه روسیه از بسته ماندن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا انتقاد کرده است. ما از کشورهای غربی می خواهیم که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را هر چه زودتر آزاد کنند. ما به این باورمند هستیم که ایجاد یک صندوق وجهی از پول دزدیده شده افغانستان اقدام نیمه کاره و ریاکارانه است. این اقدامات برای بازسازی زیربناها و ثبات اقتصادی افغانستان کافی نیستند. از سوی هم نخست وزیر کانادا می گوید که در تلاش فراهم کردن کمک ها به مردم افغانستان است. ما می دانیم که حمایت از مردم افغانستان چقدر مهم است. شمار زیاد از شهروندان کانادایی روابط مستقیم با این کشور دارند و در آنجا برای حمایت از آزادی و فرصت سازی برای افغانها به ویژه زنان و دختران افغان خدمت کردند. ما در جستجوی راهی هستیم که تا بتوانیم مردم افغانستان را کمک کنیم. بیش از 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان در بانک های خارجی منجمد شده است و انتظار می رود 3.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان به صندوق امانی در سوئیس انتقال یابد. از بهای ارزها در بازارهای کابل نیز بدانید. یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 20 پول و یک یورو 84 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 23 افغانی و 45 پول. 1000 کلدار هندی 1040 افغانی. 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 377 افغانی. و به همین گونه رسیدیم با پایان مجموعه خبری 6. تا برنامه دیگر خدا نگهدار و با امید آینده بهتر.